Next question, Matt B. Report on 187 kilogram category A final round. On the red symbol. شما هم باید هم شدید درود بر شما از ایرانا پایتخت زیبای آلبانی در خدمت شما این زن هستم محل برگزاری مسابقات قهرمانی امیدهای جهان دلاور کشورمون سنگین وزنمون باشیش رو آغاز میشه در همه ابتدای کار یک تیرانداز زد به پشتی گیر ما آفرینی کرد کشتیگیر ما رو ولی کشتیگیر ما حالا دیگه استارت میزنه باید هوشیار باشه کشتیگیر اوکراین نذاشتم من معرفی کنم خب حالا کنارگیری میکنه ببینیم باید مراقب تندر حریفم باشه میکشه رو خودش دو امتیاز باید بدن به کشتیگیر ما دو امتیاز باید بدن یک امتیاز داور میده ببینیم دو یا چهار میتونه چالش کنن ببینیم خب حالا رئیس توشک میخواد و حسن آقا رنگ راست اشاره میکنه که ببینید میگه که آروم باش اصلا عجله نکن دقیقا هم همینه یه لحظه همه ابتدای کار غفلت کرد و یه چارتایی زد بهش حالا ببینیم رئیس توشک قاضی و داور رو میخواد و ببینیم بعد از مشورتی که میدن چه امتیازی رد بدل میشه دو تا چهار تا اون یکی که فکر نکنم یه دونه باشه ببینید رئیس توشک چه امتیازی میده؟ هیچ امتیازی نمیدن چه امتیازی نمیدن نه تک امتیاز داور نه دوتا چارتایی که ما گفتیم و برگردیم به کشتی نیازی نداره عجله کنه آروم خیلی راحت این کشتیگی رو شکست میده خب حالا خاک میکنه حالا خاک میکنه دوتایی میگیره ببینید میره برای بارانداز زیرن فکر نمیکنم اون مومن خواهی زیاد کار نمی کنه ولی وقتی میره برای بارانداز بارانداز هم میزنه چه کشتی چهار بعد دو میشه یک پایده یه لحظه کمرگیری کرد بریم مراقبه بدلکاری های کشتیگیر باشه نشون داد که بدلکار خوبیه هر دو دست به حالت گافتاب یه لحظه زیره کت دست زیره کت از اون مشه دست رو گره گرفته آرمارون سعی میکنه اتشه خارجش کنه بله این دوتایی دیگه میگیره این دوتایی دیگه میگیره اینجا دیگه باید دوتا رو بدن دیگه منتظر چیه داور بچه کشتی حالا چهار و چهار میشه ولی خب با این نتیجه کشتیگیر اوکراینی که برنده چون امتیاز درشت داره چهارتایی داره ولی خب نگران نیستیم هستم مطمئنن این کشتیگیر رو شکست خواهد داد اون چهارتر هم غفلت کرد یک بار کم اگیری میکنه مثل این سبک وز این بار خودش رو رها کرد کشتیگیر اوکراین میخایلو وینچوویسکی ببینیم چه میکنه در ادامه کار میتونن اختیار کمکاری هم بدن به کشتی اوکراین کشتی ما بهتر کار کرده دستش تا به اینجای کار بجز اون دو چهار تایی اولی حرفی برای گفتن نداشت کشتی اوکراین یک پایین سر کردی دست رو بکشه دستی که اتوان مارون میره که اتوشه خارجش کنه و اینجا اتوشه خارجش میکنه کاملا رو به عقب رفت میتونن فرازفن هم بدن به کشتیگیر اوکراین درخواست چالنج میکنه حالا مربی اوکراین میگن که دو بنده رو گرفته ببینید اونجا مربی ها اشاره میکنن که دو بنده رو گرفته باید منتظر باشیم تا ببینیم نظر هیئت جوری چه خواهد شد تصویر آهسته رو ببینن و نظرشون رو بدن توضیح میخوام بدن یا اختار خطا میگیرن از کشتیگیر ما خب اون چارتایی باعث شد که یکم کشتی گره بخونه نباید عجله کنه و نینی داره یه چهارم نهایی راه پیدا خواهد کرد عزیزانی که کامنت میزنن تشکر میکنن به ما روحیه میدن انرژی میدن واقعا خستگی اون در میره با پیام هاتون کامنت هاتون عزیزانی که نقدی حمایت میکنن دمتون گرم سفرتون پر از جوزی باشه تنتون سلامت همه تون فرقی نمی کنه کسی که با یه لایک با یه کامنت یا یک سنت ده یورو پنج یورو فرقی نمی کنه هر کی که به هر ترتیبی قدردانی میکنه محبت میکنه دستشون رو تک تک میبوسی
از این کانال رو هم سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام ما رو هم داشته باشید، لینک ویدیوها رو بلافاصله ما تو اینستاگرام استوری میکنیم که خیلی راحت بتونیم وارد یوتیوب بشیم. خطایی صورت نگیره، این صحنه‌ای که ما میبینیم خطای صورت نگیره، متأسفانه شما تصاویر آهسته رو نداره. همچنان را نظرشون رو اعلام کنیم. یه مقدار انگار دوبنده رو گرفته ولی دستش کامل مشت نشد که دوبنده رو گرفته باشه. بلوز دفاع 1 پوینت چالنج لاست. بله خب فردین معمولا ناجوان مردانه کشتی نمیگیره، خطا هم نمیکنه، مردونه میاد میزنه کارو تری تمیز جمع میکنه و خدا نگهدار میگه. یک پای دیگه رو به جلو کشتی گیر ما قرص محکم میتونم اقتای کمکاری رو بدم به کشتی گیره اوکراین. قصیه کرد یه پایی رو به جلو و میرفت که اتوشه خارج کنه، اتوشه خارج میشه، یک امتیاز دیگه میگیره با گلدوری دلاور کشور بود. نقره جوانان جهان رو در سال 2022 گرفت، طلای جوانان جهان در سال 2023 در عمان، دو طلای جوانان آسیا رو تو کارنامه میخوش، پنج طلای جایزه بزرگ رو داره، طلای جام ساسانی ایتالیا رو داره، یکی از سنگین مسای مطمئن ما و دیگه یواش یواش زنگ خطر رو داره برای امین میرزازاده، دیگه سنگین وزن ما به صدا در میاره. یک پایدی رسول میکشه کمرگیری و اتوشه خارج میشه، این بار دیگه فرز فن رو باید بدن، کاملا رو عقب حرکت کرد. یک پایدی رئیس توشه قاضی و داور رو میخواد، فرز فن رو داد، بله از من قاضی داد، این بار هم رئیس توشه تایید کرد و داور هم باید همون سرسنگین در ابتدای کار فرز فن رو میداد، کاملا رو عقب حرکت کرد. چه کشتی از بچه ها اختیار کمکاری رو نمیدن چرا نذاشتن و کشتیگیر اوکراین. پنج سال تا پایین سری قبل کشتی زمان داریم و نتیجه کشتی 8-4. فردی میگه که 9-4 باید بشه. حالا درست شد. دمش گرم، حواسش بود. آفرین. 9-4. فردین دمش گرم. در حین اینکه داره کشتی میگیره حواسش به امتیازاتش هم هست. خب سیستم وقت استراحت فرا میرسه و توصیه لازم رو که های دکتر رعیناز به شاگردش میده با چهره خندان و مطمئنه که شاگردش برنده خواهد شد. سمت هم کشتیگی اوکراین رو دارن آماده میکنن که کار سختی در مقابل دلاور کشور مخواهد داشت. امروز تنها باختمون در علی اسکو بود در مقابل گوت از مولدوی که یکی از کشتیگر مطرح جهانه. بقیه بچه عالی کشتی گرفتن. حبیبزاده رفت برای رده‌بندی. ببینیم بچه‌های دیگه چه می‌کنه. دانیال سرابی کشتی دیگه داره تا کشتی به رده‌بندی برسونه. ببینیم در ادامه کار به کجا خواهد رسید کار ما. خب کشتی آغاز میشه تو سرشاه. یک بار دیگه کشتیگر ما دستش خوب داره کار می‌کنه. یه سه دقیقه دوم باید اخبار رو بدم به کشتیگیر اوکراین. همون چهارتایی بود که در ابتدای کار غفلت کرد کشتیگیر ما و مثل امریکایی ها کشتیگیر اوکراین تا به خودش به کشتیگیر ما چهارتا رو زد. امریکایی ها معمولا بلافاصله بعد سوت میان کارشون رو تمام میکنن. درخواست کمکاری میشه برای رونده آبی و مورد تایید قرار میگیره. حالا باید در خاک برابر کشفرمون بنشینه ببینید سرپا ادامه میده یا نه. خب باید در خاک بنشینه. نچه کشی 10-4 میشه، نیازی هم نداره برای اجرای فند. البته یه بار انداز بزنه کار تموم میشه. ببینیم چه میکنه، میره برای بار انداز یا نه. تمرکزی میکنه، نفسی میگیره تا فکر نکنم تو خاک کار کنه روی این کشتیگیر. بله
آنجا که حدس میزنم ترجیح میده داور سرپا بده نگر میداره تا یه نفسی بگیره و سرشاخ میتونه دوتا دیگه بده بگیره و کارو تموم کنه، نیازی هم نداره ریس کنه. این کشتگی رو دیدیم، زیرک و بدلکاره. چه کشتی 8 بر 10 بر 4. یه دوتای دیگه میخواییم تا دلاوری کشفرمون این کشتی رو هم با برد سپری کنه. عالی کشتی گره میم به جز این چارتایی که در اقتدار کشتی قافلگی شد دیگه بقیه وزنه به سود کشتی گره ما بود. میتی او 25 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم و همچنان سرشاخ رسن یه کار میکنه به کشتیگیر. کشتیگیر ما هم نمیخواد ریس کنه، منتظر تا یه اشتباهی از حریف سر بزنه و کار رو تموم کنه. خب به محض یک دقیقه پایانی رسیدیم. یه برخورد حالا پیش میاد، کشتیگیر ما میگه که چالش کنه، نیازی به چالش نداره. به زیر یک دقیقه رسیم، کشتیگیر اوکراین هم معذرت خواهی میکنه و کشتی ادامه پیدا میکنه. سرشاخ دست هم یک کار میکنه، همچنان نتیجه 10-4. به جز اون چارتهیه کشتیگیر اوکراین حرفی برای گفتن نداشت. حالا دیگه کشتیگیر ما داره اداره میکنه. با این بورد میره به محله. وای این بار دیگه واقعا سر کشتی بار نگه داشت و ضربه زد، کاملا درسته و کار تموم میشه. بچه کشتی 12-4. کشتی اوکراین دیگه خسته شده بود، نمیخواست ادامه بده، یه جورای دیگه خواست زودتر کار تموم بشه. تبریک میگیم، دلاور کشورمون میره به یک چهارم نهایی. خب دوستان تا لحظاتی دیگر بدرود. آشان بردین عزیز و بریم به محبه بردین دوستان.